every time I watch it, there is a layer that I discover. This time I can't help not to see the symbolism of the movie with Iran as a society and who represents Iran in this movie and what sort of decisions they're trying to make. Am I thinking out of the circle, or is there an intention of symbolism in this movie? I believe. سوال اینه که به نظر میاد یک شبیه سازی بین حالا گروه های اجتماعی یا وضع اجتماع ایران هم تو این فیلم وجود داره. شما فکر کنین همچین چیزی، شما هم همچین چیزی رو موافقین برمان یکی از دستان در کنین؟ میگن به نظر میاد که یه شبیه سازی بین وضعیت اجتماعی و کرکترهای فیلم وجود داره. خب نظر شما چی؟ من سلام میکنم. Hello everybody. خیلی خوش آمدید. در مورد سوالشون قطعاً که همچین چیزی که میگن وجود داشته دیگه، برای اینکه در واقع یک دوربینی به نظر من در برابر قرار گرفتن یک سری اقشار مختلف اجتماع بوده که قشرهای مختلف رو به تصویر کشیده و در ایران هم همینطور زندگی اجتماعی به گونه های مختلفی وجود داره که به نظر من این یک برشی بود از بعضی از زندگی هایی که در ایران وجود داره، بعضی از اخشار رو به تصویر کشونه. ولی سوالشون رو متوجه نمیشم. بله، به تصویر کشیده شده یک برشی از زندگی های افراد گوناگون و یا اخشار گوناگون، ولی در نهایت سوال کلیشون چی هست من پاسخ بدم. Very beautiful film. Thank you very much. Really enjoyed watching it. I was just thinking that most people around the world watching this film will never have been to Iran. And the film was, I know there were many different themes about separation, etc., but for somebody perhaps like me watching it through different eyes, it paints a very heavy, depressing picture of Iran. I'm sure you have beauty there, but there was no beauty in the film, no physical beauty, no beautiful mountains, carpets, all these sorts of things. It was just very, very heavy and depressing and kind of worrying in terms of the scene with the judge and the court cases and all of those things. It, to be really honest, it would almost put people off going to Iran. Does that bother you at all? I know it wasn't your intention to make a film for tourists or to attract people, but it just paints a very heavy picture of your country. That's not to be rude, that's just an observation. صحبت سر اینه که میگن که خب فیلم خیلی قشنگی بود، ولی تمام صحنه ها خالی از زیبایی های فیزیکی یا زیبایی های معنوی بود، بیشتر از فضای خیلی سنگین و پر از افسردگی و حالا رنگ ها و اینا حتی به نظر من کمک میکرد. صحبت اینه که حالا صحنه دادگاه، صحنه های دیگه، فشاری که رو همینا بود، میگن که خیلی اثر به تنهایی اثر خیلی جذابی راجع به ایران حرفا این نمیذاره. حالا ایران که بالاخره این فضایی که تو فیلم هستش. خب شما چه؟ به هر حال موفقیت های فیلم تا این حد گسترده نشون میده که انگار دنیا دوست داره این چیزا رو، مخاطب اینا رو دوست داره. من هم شاید با نظر شما موافق باشم، بستگی داره به اینکه ما میخوایم چه فیلمی رو تماشا بکنیم. ما داریم یک ژانری از فیلم رو تماشا میکنیم که کیفیتش اینه. فیلم نه فیلم کمدیه، نه طنزه، بلکه یه تصویریه که از زندگی آدم ها با هم و شاید جذابیتش هم برای همه دنیا اون المان هایی مثل درویی، داوری، پدر آلزایمری، طلاق و بچه‌ای که با سرنوشت نامعلوم باشه. من فکر می‌کنم اینه. به هر حال در ژانر خودش این فیلم اینه و این هم موفقیت و این هم مخاطبی که شاید پر مخاطب در این فیلم ایرانی در سراسر دنیا بوده، برای اولین بار به نظر میاد که دنیا طالب این چیزا هست.